کمرم درد گرفت پس که اینجوری نشستم. میخوای تو دیگه کار نکنم؟ نه بابا، مامان جون حرف چیه؟ خب میخوای جا تو با من عوض کنی؟ من کار نکنم. من و تو عین کوزتیم تو این خونه، تا جون داریم باید کار بکنیم. حالا مامان جدی لازم بود این همه نعنا بخریم پاک کنیم؟ بله که لازمه، هم برا تو فریزر گرفتم، همین که میخوام سکنجبین درست کنم. تموم نمیشه، چقدر گل داره اینا. این چند شبه همه سکنجبینم تموم شد. ملیکا ساقشو بگیر دختر. اینجوری میخوای پاک کنی، پاک نکنی بهتره ها. این خوبه؟ ها خوبه. میگم چقدر بعد زبون روزه نمیشه غیبت کردن؟ من میگم وقتی روزه ایم اصلا نباید سبزی پاک کنیم، چون به صورت ناخودآگاه قدرت غیبتی ترشح میشه و یه انسانو سوق میده به آدم. چرت و پرتن بچه. این حرفا رو برای مادر میارن که مثلا سر سبزی پاک کردن خانوما غیبت میکنن. من یه عالمه مرد دیدم که صبح تا شب توی محیط کارشون پشت سر مردم حرف میزنن. اونا قبول نیست. گناه گناه بله. دیگه مرد و زن نداره که. چی شد ماما؟ هیچی فکر کنم به خاطر خاک سبزی خریده تو گلوش. سبزی گل داره آبجی کوچیکه، نه خاک. بله. آهان راست میگی ماما. بله. راستی چه خبر از خواستگار مژده؟ تو چی کار به اونا داری؟ یعنی چی کار داری؟ مژده خواهرمه. مژده خودش صداش در نمیاد، تو چرا دخالت میکنی؟ خب اینجوری که نمیشه، باید یه جوابی بهشون بدیم یا نه؟ حالا واسه اول کار مینا درست بشه بعد. عروسی مینا که دیر یا زود میشه. ماشاءالله از همه جا هم خبر داره. تو آره درست صحبت کن. چش مینا جونم، مگه شهربانو خانوم نیومد اینجا؟ مگه ماچت نکرد؟ مگه پرچی گلگلی برات نیومد؟ از دست تو ملیکو پرچه گلگلی رو خوب گفتی. پای ولی مامان چرا پارچه این شکلیه؟ مردی یه سلیقه ای داری دیگه مامان چون. تازه این سلیقه شهربانو خانم نیستا، این سلیقه مامانشه که اگه الان زنده بود 80 سالی عمر داشت. دیگه بی بزرگی و خوش سلیقه خودتون ببخشید. نگاه تو رو خدا نگاه، از کجا شروع کرد رسید بزنم یه خدا بیامرزه من. آخ راست گفتی ماما، ممنون که جریان رو دوباره برگردوندی سر جای اولش. خب چه خبر از خواستگار مژده؟ کشتی ما رو تو. نه واقعا میخوام بدونم، بالاخره تکلیف لباس و اینا رو باید مشخص کنم. بله تو میخوای تکلیف روشن کنی، اما نه تکلیف لباس و تکلیف چیزای دیگر رو. بله آفرین مامان. یعنی چی؟ یعنی همون، یعنی این که آسیاب بنابر. بله الان جوش خودتو نزن. منم همینو میگم. جناب عالی چی میگی؟ چی دیگه؟ چی میگه؟ تموم شد؟ نه وایسا مامان. تو چی میگی مژده؟ بابا هیچی ملیکا، منم میگم تو جوش خودتو نزن. خیلی خیلی چی؟ یعنی واقعا مژده تو نبودی که میگفتی از مامان بپرس خواستگاره من چی شدن ها؟ آره بابا یه چیزی برای خودش داره میگه. چرا بابا؟ همینه که من میگم، گفت از مامان بپرس، میترسم اگر پیگیری نکنه. بس دیگه ملیکا، اگه پیگیری نکنه بپرن برن. اصلا خوب کردم که گفتم. ببین مامان خانم همچین آدمی بسه دیگه، بسه دیگه. تو پاشو برو تلویزیون تو روشن کن الان دیگه. پاشو برو. ببین ملیکا بله. این حق و سکوتته که جلوی بابا حرفای امروز رو لو ندیا. جناب تو این نیستا؟ نمیشنوه که. تو این کشو نیست. آقای سیاف نیستش تو این کشو. توی یکی از همون هست دیگه. اصلا نمیدونم این بیسابو چرا دست میزنن. آقا شما خون خودتونو کثیف نکنین، بالاخره پیدا میشه. ها؟ میگه پیدا میشه. بله ایشالله. اینه هاش پیدا شد. بله 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 پیدا شد آقای سیاف، پیدا شد. الهی شد. بفرمایید خودتون میذارین دیگه.
هر کس خودش زحمت کشو میذاره دیگه، چه سوالی اخ میپرسی؟ میشنوین؟ میشنوفم بله. و خداش خداش بلنشم چایی بیارم. ای آقای سیاف ما رمزونه. ای وای راست خیالتون راحت. بچی ما رو آقای جندقی فرستاده. کی؟ جندقی. جندقی؟ بله بله جندقی. جندقی بلور فروش؟ بله. من دیگه تو کار تعمیر ساعت و اینا نیستم، اصلا دیگه کار نمی کنم چون ازم بر نمیاد، اونم بی خود شما رو فرستاده پیش من. این همه ساعت ساز و ساعت فروش گرون هست، خب برین سراغ یکی دیگه. ما برای ساعت نیومدیم اینجا. خب من فقط توی کار ساعت بودم. آقای سیاف ما برای یه موضوع اومدیم که مربوط میشه به خیلی سال پیش. یعنی چقدر؟ حدودا 38-39 سال پیش. شوخی میکنین؟ از این مسخره بازی ها نیست که اذیتت میکنم بعد میگم بای بای کن شب توی تلویزیون نشونت میدم؟ کارامون شبیه دوربین مخفیه؟ بله شبیه هست. یه اومدین اینجا میگیم پلیس این، بعد میگیم مال 38 سال پیشه. ببینیم ما رفتیم تو محل کارتون که اطراف زندانه. خوب. اونجا با چند تا از محلی ها صحبت کردیم درباره یه موضوعی. خوب. یکی دو تاشون گفتن یه چیزایی شنیدن، اما یه نفر که خودشو جندقی معرفی کرد گفت شما بهتر میدونین. چی رو؟ آقای سیاف گویا در بحبوحه انقلاب یه پسر بچه تو اون حوالی پیدا شده. پسر بچه؟ حدودا 9 ساله، مثل اینکه از زندان انداخته بودنش بیرون. گویا لباسش پاره پوره بوده و گرسنه. قدیمی ها گفتن اینا رو شنیدن. سب کنین. خب این طور بوده یا نه؟ گیرم درست بوده. الان پدر مادرش پیدا شدن؟ ما میخواییم بدونیم دقیقا چی شده. آقای جندقی میگفته شما رو حساب مهربونیتون خیلی درگیر اون پسر بچه شدین. جندقی گفت من مهربونم؟ بله. مارمولک کمک میکنیم بهمون. یه پسر بچه پیدا شد، اسمش یادم نیست، اما ساواک گرفته بودش، بعد خودش ولش کرده بود. اون وقت هم که مثل الان نبود که هر بچه یه مسمسک دستش باشه. اصلا گمون نکنم بچه های دیگه گم بشن. ها بله بله حق با شماست، ادامه بدید. دو شب اومد خونه ما، من خیلی دنبال پدر و مادرش گشتم، میگفت باباشو ساواک کشته، مادرش هم که آب شده بود و رفته بود تو زمین. آخر سر یکی از همسایه‌ها به فرزندی قبولش کرد، یعنی با خوشحالی. ها چطور؟ آخه اولاد پسر نداشت، دوتا دختر داشت، گفت فکر میکنم این پسر بچه خودمه. الان اون بنده خدا کجاست؟ والا از این محل رفت. خب نمیدونین کجا رفت؟ دقیق نه. آی سیاف اسمی چیزی نشونی؟ ناصر صباحی. اون وقتا از این مغازه های چیز، از اینا که سوسیس کالباس دارن، مواد پروتئینی. آره آره از اونا داشت. رفت سمت منوکهری و اینا. الان نمیدونم. خسته ای؟ انشالله به زودی خستگیم در میره. صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir. فصل 13 هم.
ایوا آشمی خیلی مونده برسیم؟ نه خیلی. مگه راه بلد نیستین؟ مگه دارم اشتباه میام؟ نه جناب شمین، منظورم به شما نبود، با جناب سروان بودم. با من؟ میگه مگه راه بلد نیستی؟ مگه من تا حالا پارک این محله اومدم آخه؟ با کرامت نیومدیم اینجا؟ شب که آقا شمین حالش بد بود ما اومدیم دیگه. بله اومدیم. بفهم همینجاست دیگه. رسیدیم. بله رسیدیم. خب الان برای چی اومدیم اینجا؟ من روزا میام اینجا وسایل اینجا استفاده میکنم. کدوم وسایل؟ همه اینا که ببینی. وسایل ورزشی؟ خب لازمه. خب دیگه یعنی الان شما میخواین از این وسایل استفاده کنین در اینجا؟ از رزم رستم و سهراب بهتره. بله خب آره، راحت باشین جناب شمین، ورزش بفرمایید. میرم روی اون که میچرخه. میچرخه؟ آره، ما همش دنبال بهونه این که ورزش نکنیم. باشه بریم آماشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید الان اینا رو برای این پهلوها استفاده میکنین؟ قلم بمشه؟ ببین حرکتو. بله این نه این باعث میشه پهلوها آب بشه. جوونی هم که نبودم که میرسیدم به خودم. بله زش میگردم میرفتم زور خونه. باری کلاش اون وقت جوونیاتون تنهایی میرفتیم ورزش؟ یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از اهل محل همراهتون نمیومدن؟ رزی مثلا. مثلا؟ نه مثلا آقای صوفی؟ نه بابا صوفی این کاره نبود که اون فقط آدم سرسنجوازی کردن بود. یا مثلا رجبگی؟ عجب علی پاش میلنگید نمیتونست ورزش کنه. آه راستی نگفتین چرا میلنگید؟ چرا میرم والا از اولش میلنگید. خب مثلا حالا بریم اون یکی. کدوم؟ اون یکی همون که باید پا بزنم این رکاب دو چرخه. بله چشم بفرمایید. خب بریم اونجا. Sure.